در روزهای گذشته ترکیه و نیروهای تحت امرش عملیات نظامی رو علیه نیروهای کرد در شمال سوریه پیش بردن اما نیروهای کرد کجا هستند و این منطقه چه خصوصیات جمعیتی و جغرافیایی داره بعد از حمله داعش به شهر کوبانی نیروهای کرد با شبه نظامیان عرب محلی متحد شدند و نیروهای دموکراتیک سوریه را تشکیل دادند این بخش از خاک سوریه تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است بخش زرد رنگ که رهبری اون با کورت هاست حالا ترکیه میگه میخواد به عمق 32 کیلومتر در خاک سوریه و طول 480 کیلومتر منطقه امن بزنه این جایی که هاشور زده شده بعد از شروع جنگ داخلی در سوریه 3 میلیون و 600 هزار نفر از مردم سوریه به ترکیه پناه بردند حالا ترکیه میگه تصمیم داره یک میلیون از این مهاجران سوری رو به این منطقه امن منتقل کنه تمرکز عملیات ترکیه بیشتر روی دو شهر تل است و رسول این بوده که چیزی حدود 100 کیلومتر از همدیگه فاصله دارن کمیته نجات بین که یک نهاد کمک رسانی غیر دولتیه میگه در منطقه تحت کنترل کردها الان دو میلیون نفر زندگی میکنن که عملیات نظامی ترکیه میتونه 300 هزار نفرشون رو آواره کنه اما قبل از شروع این عملیات هم هزاران نفر از آوارگان سوری در اردوگاه های پناهجوها در این منطقه زندگی می کردن. چند اردوگاه مثل نوروز، روژ، مبروکه، این ایسا با حدود 18 هزار آواره روی هم در منطقه امن قرار می گیرن. اما الهول که بزرگترین اردوگاه خارج از اون منطقه در 60 کیلومتری مرز ترکیه است. 94 درصد جمعیت الهول کودکان و زنانند. نیروهای کرد میگن در هفت تا از این اردوگاه ها دوازده هزار نیروی داعش زندانی هن. که چهار هزار نفرشون پیکارجوهای خارجی هن. یکی از نگرانی ها در بحبهه این درگیری محافظت از این پیکارجوهاست و این جنگ و درگیری ممکنه شرایط فرار اونها رو مح